امروز قصد دارم 11 تا راه حل بهتون یاد بدم که زندگی جنسی هیجان انگیزتر و شهوتناک تری رو داشته باشین، به خصوص در سنین میانسالی. چون که با افزایش سن بدن آدم یک سری تغییراتی میکنه، یه سری هورمونایی هستن که کم و زیاد ترشح میشن. اینجوری میشه که اون شور و حرارت رابطه جنسی در دوران جوانی توی دوران میانسالی یه کمی آرومتر و کمتر میشه. ولی خب فکر نکنید که فقط همیشه همینطور هست. بعضی از آدم ها با بالا رفتن سنشون اعتماد به نفسشون میره بالا، بهتر حرف میزنن، بهتر ارتباط برقرار میکنن، تجربهشون توی تخت خواب بیشتر میشه و خیلی خیلی عالی تر میتونن رابطه جنسی رو برقرار کنن. چطوری؟ با یاد گرفتن همین 11 تا نکته که من امروز میخوام بهتون یاد بدم. پس لطفاً هیچ جا نرین و تا پایان این ویدیو همراه من بمونید. یادتونم نره که بعد از سابسکرایب کردن کانالم اون زنگوله رو هم بزنید که از ویدیوهای جدید من مطلع بشین. درود بر شما دوستای عزیزم، به کانال خودتون خیلی خیلی خوش اومدین. اگه بفهمی که چه چیزهایی از نظر جسمی و روحی واسه یک رابطه جنسی عالی مهم هست، میتونی همیشه با پارتنرت رابطه جنسی خیلی خیلی عالی رو داشته باشی. درسته که دارو، مشاوره جنسی، اینجور چیزا هم هست و اگر لازم شد میتونین ازشون استفاده بکنین، ولی اگر کار رابطه جنسیتون اونقدر هم هنوز حاد نشده و مشکلات کوچیکی سر راهتون هست که یک مقداری رابطتون سردتر شده، با این 11 تا تکنیک میتونین یک کمی تغییر توی زندگی جنسیتون بدین و به این روش جدیدی که میخوام بهتون یاد بدم رابطه جنسیتون رو پیش ببرین تا زندگیتون هم مستحکم تر بشه. اولین تکنیک اینه که یک کمی باید مطالعه بکنید. کلی منبع خوب خودآموز واسه هر جور مشکل جنسی هست. چه ویدئو باشه، چه مطلب باشه، چه کتاب باشه، چه وایس های آموزشی باشه، چه پادکست باشه. الان دیگه با اینترنت شما میتونین هر مطلبی رو که دلتون میخواد بهش دسترسی پیدا بکنین. فقط کافیه که سرچ کنید. اگرم روتون نمیشه مستقیم حرف بزنین و از سکس تراپیست ها کمک بگیرین، خب با اینترنت میتونین بهترین کمک ها رو از متخصص ترین آدم ها بگیرین. مورد دوم اینه که یک کمی به خودت زمان بده. وقتی که سن یکم میره بالاتر، واکنش های جنسی آدم هم یه ذره کندتر میشه. شما و شریک جنسیتون میتونید شانس موفقیتتون رو بالا ببرین اگه یک جای آروم و راحت پیدا بکنین که کسی مزاحمتون نشه، مثلا بچه هاتون. اینم بدونید که با تغییرات بدنتون به زمان بیشتری نیاز دارین تا تحریک بشین، تا برانگیخته بشین و به اوج برسین. مورد سوم استفاده از ژل روان کننده هست. من لوبریکانت رو توصیه میکنم چون که بر پایه آب هست و مناسب برای خشکی واژن. وقتی که خانم ها یک مقداری سنشون میره بالاتر و وارد دوره میانسالی میشن، واژنشون خشک میشه. دیگه با تحریک کردن، با حشره شدن واژنشون خیس نمیشه و دخول براشون دردناک میشه. شما میتونین به راحتی با ژل های روان کننده، با کرم های مرطوب کننده که توی داروخونه هست، دخول خیستر و راحتتری رو داشته باشین تا درد رابطه جنسی کم بشه. این مشکل میتونه باعث کم شدن میل جنسی بشه، ولی اگر از ژل و کرم مرطوب کننده استفاده بکنین، تا مدت‌های زیادی میتونین حتی رابطه مقعدی رو هم داشته باشین، چرا که نه. مورد بعدی اینه که محبت فیزیکی رو حفظ بکنید. حتی اگر هم خسته هستین، عصبی هستین یا از یه مشکلی یک ناراحتی دارین، بوسیدن همسرتون، بغل کردن همدیگه، گرفتن دست همدیگه خیلی مهمه تا پیوند عاطفی و جسمی شما حفظ بشه. عزیزای من، تا پوستتون با هم تماس برقرار نکنه، شما نمیتونین همدیگه رو تحریک بکنین. سعی کنین در طول روز بارها همدیگه رو بی بهونه، بی دلیل، بدون نیاز به رابطه جنسی بغل کنین، ببوسین، دست همدیگه رو بگیرین. وقتی که دارین تلویزیون تماشا میکنین توی بغل همدیگه لم بدین، وقتی که دارین قدم میزنین دست همدیگه رو بگیرین یا دستتون رو روی شونه همسرتون بندازین. سعی کنین این تاچ فیزیکی رو خیلی زیاد بکنین.
مورد بعدی لمس کردن رو تمرین بکن. روش هایی که مشاوره جنسی خیلی استفاده میکنن، این کارها میتونه کمکتون بکنه تا صمیمیت رو به رابطتون برگردونید بدون اینکه احساس فشار بکنید. خیلی از ویدیوهای آموزشی هست، خیلی از نمونه های مختلفی از این تمرین ها رو دارن بهتون یاد بدن. میتونین از پارتنرتون هم بخواید اونجوری که دوست داره لمس بشه، اونجوری که شما دوست دارین شما رو لمس بکنه، با هم دیگه گفتگو بکنین، ببینین که چه جوری لمس بشین تحریک میشین، کجاتون رو لمس بکنه، ببوسه، فشار بده، نوازش بکنه تحریک میشین. این اطلاعات رو با همدیگه بده بستون بکنین تا هر دوتون یاد بگیرین که کجای بدن همدیگر رو لمس بکنین تا بیشتر تحریک بشین. مورد بعدی، پوزیشن های جنسی مختلف رو امتحان بکنید. اگه فقط چند تا پوزیشن تکراری بلدین که سالهای سال دارین همونا رو انجام میدین، وقتشه که یه چند تا فیلم پورن تماشا بکنین تا یه کمی پوزیشن های جدید روز دنیا رو یاد بگیرین. همیشه که نمیشه یا هفتی یا هشتی، بالاخره باید چند تا پوزیشن مختلف رو امتحان بکنین. شاید یک پوزیشنی بود که زن توی اون خیلی زیاد تحریک شد و تونست توی اون پوزیشن ارضا بشه و از اون به بعد خودش التماس میکنه که بیا توی همون حالت با من رابطه برقرار کن که من ارضا بشم. چرا که نه، اصلا بعید نیست. مورد بعدی اینه که فانتزی هاتون رو بنویسید. این کار کمک میکنه چیزهایی که به ذهنتون میاد و تحریکتون میکنه پیش چشمتون قرار بگیره و عملی بشه. اگر مثلا با کاستوم پرستاری، کاستوم خلبانی ارضا میشین، مثلا تحریک میشین، اگر با یک کار عجیب غریبی خیلی تحریک میشین و از فکر کردن بهش لذت میبرین، اینو روی کاغذ بیارین بنویسین و از همسرتون هم بخواین که این کارو انجام بده. بعد با همدیگه در میون بذارین، بشینین در مورد فانتزیاتون صحبت بکنین و همدیگر رو قانع بکنین که اونها رو انجام بدین. مورد بعدی اینه که ورزش کگل رو انجام بدین. عزیزای من، اگه عضلات کف لگنتون قوی باشه، شما میتونین تا سنین پیری رابطه جنسی عالی داشته باشین. ورزش کگل هم خیلی راحته. فقط کافیه که فکر کنین داره دستشویتون میریزه، فکر کنین دارین باد معدهتون رو از دست میدین، یه لحظه خودتون رو سفت میکنین که جلوی باد معده یا ادرار رو بگیرین. همون لحظه که عضلات رو سفت میکنین، در 15 ثانیه نگه میدارین، بعد رها میکنین، یکم استراحت میکنین، دوباره اون کارو انجام میدین. روزی 10 بار 15 مرتبه این کارو تکرار بکنین، چه در حالت خوابیده، نشسته، ایستاده، تا عضلات کف لگنتون قوی بشه. مورد بعدی اینه که سعی کنین ریلکس باشین. قبل از رابطه جنسی یک کار آرام بخش با همدیگه انجام بدین. مثلا یک بازی بکنین، بریم بیرون شام بخورین، یک شام عاشقانه. با تکنیک های آرام سازی مثل یوگا، مثل مدیتیشن، مثل ماساژ دادن، همدیگر رو آروم بکنین، یک موزیک لایت گوش بدین، یک کمی ریلکس کنین، بعد برین سراغ رابطه جنسی. مورد بعدی، از ویبراتور استفاده بکنید. عزیزای من، آنلاین شاپ ها یه عالمه وسایل جنسی میفروشن. اسباب بازی های جنسی برین بخرین، ویبراتور بخرین، یه کمی به زندگی جنسی خودتون تنوع ببخشین. هیچ ایرادی نداره، خیلی هم خوبه. مورد آخر اینه که ناامید نشین. اگه دیدین هیچ کدوم از این کارا خوب جواب نمیده، امیدتون رو از دست ندین. شاید یک سکس تراپیست بتونه علت مشکل جنسی شما رو پیدا بکنه و راه حل مؤثری رو هم برای درمان به شما پیشنهاد بده. شاید بهتون پیشنهاد بکنه که برید پیش یک مشاور متخصص جنسی، برید پیش یک مثلا یه مشاور دیگه. اینجوری میتونید مانع مشکلات رو از جلوی راهتون بردارید.